چرا؟ چون حرف سنگینیه. حالا آقا ما برای شما از کی نقل میکنیم؟ ما از شیخ مفید. شیخ مفید که دیگه عالم هزا، اصلا مؤسس مبانی کلامی امامت کیا؟ شیخ مفید. شیخ مفید در کتابشون آقا این سومیش بالا یک رساله ای داره به عنوان دقت کنید اینه عدم و سهو نبی. اینا رساله های شیخ مفید، موسوعه شیخ المفید جلد دهم. اینجا یک رساله ای داره به عنوان چی آقا؟ دقت کنید چیه؟ عدم و سهو نبی، که نقد کیه؟ شیخ صدوق الامام الشیخ المفید. ایشون آقا حالا عباراتشو درباره شیخ صدوق ایشون چی میگه سفل میگم، ایشون درباره شیخ صدوق چی میگه حالا من خیلی بله بله ایشون از شیخ صدوق در مسئله سهو عباراتش خیلی تنده که بنده از این عبارات موافق نیستم، این روش علمی رو میگه. ایشون ناقص العقل، ضعیف الرأی، نزدیک به دیوانه هاست. اینو من نمیگم شیخ مفید آه. لناقص العقل، ضعیف الرأی، قریب الى ذوی الافات المسقطت عنهم التکلیف. اونی تکلیف از این ساقط باشه چی آقا؟ دیوانه سا. میگه شیخ صدوق آدمیست که چی آقا؟ میگه میشه؟ این شاگردش بوده ها؟ خب اینا رو چرا نمیدید؟ خب این یک شهادت خیلی خطرناکی آقا. یا ایشون راست میگه یا چی؟ اگر راست میگه اعتبار شیخ صدوق چی؟ چی؟ مخدوش میشه. اگر دروغ میگه عدالت شیخ مفید چی؟ از اعتبار میفته. نه میخوام بگم که بابا این مسائل اون زمان ها بوده. این صفحه 32 دقت کنید اینا. در مقدمش هم حالا خدمتون عرض کردم الان وقتش نیست، در صفحه 20 هم اونجا حتی میگه ایشون دین نداشته نه دیوانه بوده. خیلی این تهمت بزرگیه. نه تکفیر، نه، میگه صاحب هوا بوده، تقوا نبوده ایشون. واقعا اینو باید شیخ مفید روز قیامت جواب بده. عبارتش اینه، میگه اولا تو یه آدم بی سوادی که باید این کارا رو وارد نشی، تو برو روایت بگو. ولا هو من صناعته، کار تو نیستی. ولا يهتدي الى معرفه طريقه لكن الهوى مود لصاحبه. صاحب هوا بوده، اهل دین نبوده. حالا خدمتتون عرض کردم بنده در بحث‌های علمی این روش رو به هیچ وجه قبول ندارم. شما مخالفید بگید آقا مخالفشم.